سرخط خبرها فساد در افغانستان صدمه به امنیت ملی شهروندان در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار رشوه پرداخت هاد. کسایی که رشوت میپردازند تعدادشان زیاد شد خط و نشان کشیدن خلیلزاد به مقام های حکومت افغانستان عرف های در مورد آزادی زندانیان طالب هم در میان است موږ آماده یو چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د بندیانو د ویده کولو مسله هوشدار کمیسیون های انتخاباتی با یکدیگر در پیوند به ابطال آرای کابل شکایت ها بر تصمیم هایش استادگی می کند انتخابات بازشماری را آغاز خواهد کرد بیننده خبر از یک با من نصرت منصور است مشروع خبرها هزینه فساد در افغانستان را فرزندان غریبان میپردازند رئیس جمهور غنی گوید حکومت برای ریشکند کردن فساد جدی است اما او تاکید میکند که مبارزه با فساد تنها وظیفه رئیس جمهوری نیست و همه مردم در این روند مسئولند رئیس جمهور با اشاره به آزمون کانکور میگوید فساد در این روند سبب شده که دهها جوان خودکشی کنند و هزاران جوان دیگر هم ناامید شوند از سوی هم رئیس جمهوری تاکید دارد که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار هنوز تغییرات در کشور رونما نشده چون این پولها به گونه درست مدیریت نشدند نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم باور دارد که فساد به امنیت ملی افغانستان نیست آسیب میرساند. تاهد دوباره حکومت برای مبارزه با فساد اداری در مراسم بزرگ داشت از روز جهانی مبارزه با این پدیده مخرب اینجا در ریاست جمهوری مقام های حکومتی و نمایندگان کشورهای خارجی گرد هم آمدند و در مورد جلوگیری از فساد اداری گفتگو می کنند. رایس جمهور غنی اعتراف میکند با وجود کمکهای میلیاردی جامعه جهانی زیربناها ساختن نشده به خصوص در بخش مدیریت آب ملک میلیاردار دلار راغول ولی ایموګو به یارندسو ولی مخسر کنه جورنسو ولی زیربنا چفتنسو زکه موجب هاي سو مدیریت نک شخصی گتم په ملی گاتو باندې ترجی <تسجنگ> وارکل نتیجه داوه چه نن نلی پختنه که مو خود سرم رست اکرلا تا سی زنده فساد امنیت ملی و روند پشتیبانی جهانی به افغانستان را آسیب می زند. ما از تعهدی که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد دارد استقبال می کنیم. ما برای رشد و رفاه اقتصادی، توسعه فراگیر و پایدار در افغانستان کار میکنیم. برای رسیدن به هدفهای کلیدی مبارزه با فساد خیلی مهم است. رئیس جمهوری اما در این نشست بیشتر از دستاوردهای حکومتش در این زمینه سخن میزند. از اصلاحات در روند استخدام کارکنان دولتی و پیگیری پرونده های چندین ساله گرفته تا اصلاحات در آزمون کانکور و پسگیری موترهای پلیس. کانکور یک نمونه واضح فساد بود. ده ها جوان ما انتحار کردن هزار ها جوان از جهت فساد در پروسه کانکور ناامید شدن قیمت این همه بیعدالتی و فساد را معلوم دار اولاد غریب می پردست ادارات مربوطه است دوم رئیس جمهوری هم می گوید که حکومت در چهار سال گذشته 390 سند تقنینی را نهایی کردند. و بسیاری از های نافذ در افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی بهتر تدوین شدن. با اطمینان می توانم بگویم که برخی از قضاوتهای های داخلی و یا خارجی در باره حکومت وحدت ملی در این مورد غیر منصفانه است و بدون سند و دلیل و یا حتی غرزالود و متکی بر اطلاعات نادرست و اهداف سیاسی دیگر. پشتیبانان جهانی افغانستان هم تاکید دارند که قانون باید به گونه یکسان تطبیق شود و دارایی های مقام های دولتی هم ثبت شوند. ما میدانیم که فساد تهدید برای رشد و رفاه ثبات و توسعه اقتصادی است و به اعتمادی ایجاد می کند. مردم فکر می کنند که سران و حکومت از سرمایه هایشان برای منفعت شخصی خود استفاده می کنند. فساد همچنین دموکراسی را تضعیف می کند و حاکمیت قانون را زیر پرسش می برد. فساد می تواند به طالبان موثر تمام شود. فساد در افغانستان و در هر جای دیگر ابزار است برای منازعه ها. من از تجربه هایی که در کشورهای مفسد جهان داشتم از رابطه مستقیم فساد با منازعه آگاه هم. اینجا در افغانستان مطمئن هستم که برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان نیاز است در ابتدا با فساد مبارزه شود. در این نشست همچنین روی تعهدهای حکومت افغانستان در نشست ژنوا همچون مورد پیگرد قرار دادن فاسدان عملی کردن قانون دسترسی به اطلاعات و ثبت دارایی مقامهای دولتی تأکید شد شهروندان در یک سال گذشته یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار رشوت پرداختند ارزیابی تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که شمار از نهادها از جمله دادگاه عالی و وزارت معارف در صدر فهرست اداره های آلوده به فساد قرار دارند این پژوهش نشان میدهد که فساد در دستگاه های دولتی به گسترش قلمرو طالبان در کشور کمک کرده است این در حال است که دو سال پیش مجموعه رشوت های پرداختی به 2.9 میلیارد دلار می رسید اما دیدبان شفافیت افغانستان دلیل کاهش میزان پرداخت رشوت را بیشتر افزایش فقر می داند تا برنامه های حکومتی اما مسئولان اداره های دولتی تاکید دارند که در سال گذشته برای کاهش فساد اداری اقدام های انجام شده است تمیم شیر جزیاد می داد. در روز جهانی مبارزه با فساد دیدبان شفافیت افغانستان پژوهش تازهش درباره فساد را به نشر رساند بر اساس ارزیابی نهاد هرچند فساد در مقایسه به دو سال پیش از دو میلیارد و میلیون دلار به یک میلیارد و هفصد میلیون دلار کاهش یافته اما در این بررسی دلیل کاهش میزان فساد مالی افزایش فقر و بیکاری در کشور گفته شده است. برعکس افرادی که در سال روان مجبور به پرداخت رشوه شدند، نسبت به دو سال گذشته بیش از یک میلیون و دو هزار تن افزایش یافتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سال 2018 میزان فساد ملی یک میلیارد و هزار دلار میانگین مقدار رشوه از هر نفر نزدیک به 9000 افغانی، شمار دفعات پرداخت رشوه هر نفر کمتر از 3 مرتبه و پرداخت کنندگان رشوه به 4 هزار نفر میرسد. بر اساس این گزارش شمار از نهادها از جمله دادگاه عالی و وزارت معارف بیشترین آمار فساد را در سال روان میلادی به نام خودشان ثبت کردند. پلیس و شهرداری نیز در رده های بدی قرار دارند هر روز متضرر میشه مردم و دقیقا در بعض موارد اصلا کار صورت نگرفته خصوصا در قسمت نهادهای ادلی و قضایی و معرف و نهادهای دیگه که از در این نهاده ها نام برده شدن سطح کسایی که رشوت میپردازن تعدادشان زیاد شده از سه میلیون و 400 هزار به 4 میلیون و 600 هزار رسیده اما حجم کلی فساد که قبلا ما 2.9 میلیارد دلار سنجش کرده بودیم حالا به 1.7 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده دادگاه عالی نخواست در این باره با ما گفتگو کند اما وزارت معرف میگوید بیشتر بخشی که احتمال فساد در آن میرفت از بدنه وزارت معرف جدا شده است اما بان با همین وزارت در تلاش از بین بردن فساد در دیگر بخش این وزارت است. ما بخش های بزرگی را که فساد زا و گفتی شهروندان و گفته نهادهایی هایی که نظارت میکردن و گفته اونا فساد زا بودن ما این بخش ها را از بدنه معروف افغانستان جدا کردیم ولی من بیشتر هم ارز کردم که فساد ممکن از آدرس های دیگه انجام شود مثلا یکی دو کارمندی که استخدام میشه شاید اونا در کارشان تعلل انجام بدن که خودش به یک فساد است وقتی داره رضایی این به یک فساد است که در این مورد هم ما داشتیم وزیر فوای دامه هم به این باور است که مبارزه با فساد تعهد و قربانی می خواهد. اما در سالهای پیش برای از بین بردن فساد سهلنگاری شده است. مبارزه با فساد یک پروسه است. یک پروسه دوامدار است، وقتگیر است، حوصله مندی زیاد کار داره و مهمتر از همه مبارزه با فساد تعهد کار دارد، قربانی کار داره. در پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان دیدگاه بیش از 8000 نفر از 140 ولسوالی گرفته شده است. که ناامنی، بیکاری و فساد را به ترتیب عمدترین چالش خواندند. در مورد فساد و اینکه حکومت وحدت ملی نتوانسته با تاسف در برابر فساد مبارزه کنه بیشتر بس میکنم آقای ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان اینجا با من است آقای تیموری بسیار تشکر که وقت گذاشتیم در آغاز میخوایم این گونه بپرسم یکی از تعهدات کلان شخص اول حکومت آقای رئیس جمهور بر مردم افغانستان در آغاز کارش مبارزه با فساد بود چی عوامل یا چندین عوامل باعث شده که نتونستن با فساد مبارزه کنن بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بیننده های عزیز دو عامل عمده هست که ما میبینیم حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه علیه فساد نتوانسته تعهدات خودش را برآورده کنه نه هم قناعت مردم و جامعه جهانی که از شرکایش هست اینا را برآورده کنه یکی روی کرد حکومت هست که چگونه شما میخوایم با مبارزه با فساد انجام بدیم دوم اراده و شجاعت سیاسی در مورد رویکرد حکومت حکومت در این چهار سال ما مینحیس یک نهاد پژوهشی کمی چهار سال مکمل از کارهایشا دیدیم روی یک سلسله افراد سرمایه گذاری کرد و در موارد دیدیم خصوصا حال می بینیم خیلی از روی افرادی که سرمایه گذاری کرد یک بار وی فرد از حکومت بیرون شد و چماقی حکومت گرفته مثلا روی ها حکومت سرمایه گذاری کرد که اونا در برابر حکومت آلا تعداد از اینا سفیرها بودند، تعدادشان وزیر بودند، تعدادشان مشاور امنیت ملی و اینا بودند و ای کسایی بودن که قسمت بزرگ از کار حکومت را انجام می دادن. از سوی دیگه یک سلسله فعالیت ها را انجام داد یک مجلس بگیرن، یک سخنرانی کنن، یک فرمان صادر بکنن این چیزهایی بود که بیشتر در زمینه مبارزه علیه فساد شد این یک روی کرد است مسئله دومش و من میتونم بگم که روی کرد چی مشکل داشت برعکس از این روی کردی بود که ما نهادهای مستقل بسازیم یک فرمان بتیم یک قانون بتیم همین نهاد ساخته میشه و این نهاد هر کاری که در زمین مبارزه علیه فسادی داری میکنه به پیش بره عدی اقل نهادهای عدلی و قضایی با همیشه بحث استقلالیت را مطرح کردن و همیشه گفتن ما مستقلانه نمیتونیم کار خود انجام بتیم بر اساس میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد ما هیچ نهاد مستقل مبارزه علیه فساد نداریم به اون میثاق گفته که یک نهاد مبارزه با فساد باید چه ویژگی داشته باشه یکی از ویژگی هاش است که رئیسشه رئیس جمهور مستقیم تعیین نکنه و رئیس جمهور صلاحیت برطرف کردنش نداشته باشه ما در مورد لوی ساران افغانستانی ویژگی ها را نداریم رئیس جمهور هر وقتی که خواسته باشه میتونن اونا را برطرف بکنن اگرچه در مورد قاضی القضات همین ویژگی ها را داریم یعنی رئیس جمهور اونا را نامزد میکنن پارلمان تایید میکنن و رئیس جمهور نمیتونه اونا را برطرف بکنه اما اونجا یک مشکل دیگه وجود داره این هست که رئیس جمهور کسی که نامزد میکنه او کاملا سیاسی است از طریق یک پروسی تکنیکی نمی مسئله دومی که ما در حکومت وعدت ملی بر علاوه روی کرد مشکل داشتیم مسئله اراده و شجاعت سیاسی بود حکومت هیچ در مقابل وکلا وکلای دوره 16 و دوره 15 که آلوده به فساد هستند و شواهد هم وجود داره در مقابل از اینا عمل نکرده. سوال بسیار مهم است که چرا نتونسته حکومت در برابر از اینا عمل بکنه همین امی صلاحیت و سلامت حکومت چرا موجود نبوده برالوی وکلا وزرا هم داریم ما حدود 22 وزیر پروندهایشان در لای سارانوالی هست که اینا باید بررسی بشه از حکومت قبلی هم هست از حکومت وعدت ملی هم هست اما اینا انجام نشده علت اساسیش چه هست شما وقتی که پرونده های فساد که عباد سیاسی هم داره یعنی وزیر است وکیل هست اینا رو میخواییم بررسی بکنیم شما نیاز به مشروعیت هم داریم مشروعیت به این که شما باید ثابت بسازین که بیطرف هسته یعنی یک وکیل را اگر شما میای محاکمه میکنین رابری سیاسی باید نشان بده که من آجنده سیاسی ندارم و این گپ نمیشه نه؟ مثل سخنرانی هایی که رئیس جمهور میکنن دو نمیشه باید نشان بدن و نشان دادن از چطور هست همچنان در مورد وزرا شما باید ثابت بکنین که من آجندای سیاسی ندارم یک نهاد مستقل است یک اداری مستقل است و, و یگان چیز میاره که او داره برای محاکمه کردن شما یه است که شما فاسد هستین یا نیستین شما متهم به فساد هستین یا نیستین یگان میار یک اداره باید همی باشه و ای اداره را نتانستن اینا ایجاد بکنن اینا همیشه ما که گفتیم که شما نیاز هستید یک اداره را ایجاد بکنین و اون نامش کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد بود ما را رجعت دادن بر لوی سارانوالی افغانستان من یک چیز من میگم برای بیننده های عزیز در چهار سالی که در حکومت وعدت ملی هستیم آیا یک روز شده که لوی سارانوالی تصمیم بگیره که برخلاف ذوق و سلیقه و نظر رهبری سیاسی باشه اگر این رقم باشه این لوی سارانوالی نیست نه یک اداری اجرایی حکومت هست که بر طبق پالیسی حکومت باید عمل بکنه در حال که لوی سارن رو شما کشورهای منطقه را هم بیبینیم. مثلا آمریکا ممکنه همین روزها بعضی کسا پرونده دونالد ترامپ رو داشتن که لوی سارن والش پرونده خودش رو بررسی میکنه و یک قاقای بزرگ سیاسی را ایجاد کنه این چیزی است که باید لوی سارن داشته باشه و ما در افغانستان چیز نداریم عامل اصلی موجودیت فساد پس در دستگاه های عدلی و قضایی هم مشخصا همین است که سارنوال افغانستان زیر و حکومت افغانستان و شخص اول رئیس جمهور است یقینا یقینا و این برمی گرده به دو موضوع یکی ای هست که ما به لحاظ قانونی اینجا یک مشکل داریم که رئیس جمهور برطرف کردن آقای حمیدی را هر روز خواسته باشه داره دوم مسائل شخصیت ها را داریم چون یک پروسه بر انتخاب از این افراد نیست که از طریق یک پروسه بیای مثلا اعلان بکنن یا خود لوی سارنوال ها یا مثلا یک کنیم از سارنوالی که داریم بین خودشان ده نفر پیشنهاد بکنن که ممکنه یک پروسه هست که ممکنه ای سارنوالا بین خود انتخابات کنن یا کسر بر اساس تجربه بگیرن کسر بر اساس ارشد بودن برش معرفی کنن اما این ای شکل نیست آقای فرید امیدی هیچ یک روز در لای سارنوالی کار نکرده حالا جدا از دادستانی کل چگونه با فساد در سطح کلانش باید مبارزه صورت بگیره در نهادهای مختلف حکومتی و روی کرد مبارزه با فساد چگونه باید باشه؟ بسیار چیز اساسی را اشاره کردیم روی کرد مبارزه با فساد اداری میساق بین الملی مبارزه با فساد اداری رو داریم و چند میار بین المللی داریم که به نام جاکارتا پرنسپلز میگن و کلالامپور پرنسپلز میگن یا هم اصول جاکارتا و کلالامپور که زمیمه های میساق بین الملی مبارزه با فساد هستند. و در اونجا گفته شده که تا شما اداری مستقل ایجاد نکنیم شما در زمینه مبارزه علیه فساد اداری خصوصا فساد کلان فساد سیاسی شما نمیتونین پیشرفته داشته باشید فساد یک پدیدی هست که شهروند عادی او را کمتر انجام میده یا مجبور میشه او را انجام بده این حکومت است که ای را انجام میده و اگر در درون حکومت مثلا ما در حکومت افغانستان 665 65 داره یک اداره مسئولیت از داشته باشه و او اداره تحت اثر خودم ادارات باشه بنان از خود اداره توقعی داشته باشین که مبارزه با فساد بکنه این ممکن نیست بنان این بحث استقلالیت بحث مشروعیت این مسائل مطرح میشه و یگانه راه شما میبینین که مجموعه از ادارات مستقل برای مبارزه علیه فساد اداری وجود داشته باشه که ما بتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم ممنون حضورتان آقای تیموری افرادی که در مورد تلاش های صلح امریکا در افغانستان بیمیلند نباید به پشتبانی همیشگی واشنگتن از کابل امیدوار باشند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به یک خبرگزاری امریکایی گفته او به مقام های حکومت افغانستان و آنان که به این تلاش ها بیمیلند هوشدار داده که به پشتبانی نظامی همیشگی امریکا در افغانستان دل نبندند. از سوی هم برخی گزارش ها به نقل از مقام های طالبان منتشر شده که بر اساس آن سران این گروه در دیدار با زلمه خلیلزاد روی آزادی زندانیان این گروه از زندان های حکومت افغانستان به توافق نزدیک شدند. مسیر نامتعارف پایان جنگ افغانستان خلیلزاد خواهان موفقیت تلاشهایش برای صلح در افغانستان است. خبرگزاری استار استرپس نگاشته که ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به مقام های حکومت و افرادی که به تلاش های امریکا در پیوند به صلح در افغانستان بیمیلند هشدار داده تا از این گفتگاه ها پشتیبانی کنند و به حمایت همیشگی واشنگتن از کابل دل نبندند. ما نیاز داریم جنگ و خشونت در افغانستان متوقف شود این یک فرصت کم پیشینه برای هر بازیگر است تا از تلاشهای سال که توسط امریکا در جریان است پشتیبانی کند هر کسی در دولت افغانستان که نسبت به این تلاشها و مذاکرات صلح بیمیل باشد نباید به حضور دوامدار نظامی امریکا در افغانستان حساب کند ریاست جمهوری هرچند در این مورد چیزی نمیگوید اما با این باور است که طرح صلح به رهبری و مالکیت افغانستان است و تلاشهای صلح در چارچوب تعیین شده انجام می شود نماینده های حزب سیاسی هرچند از تلاش های آقای خلیلزاد برای صلح در افغانستان استقبال می کنند اما بر همه شمول بودن این مذاکرات تاکید دارند و خواهان پذیرفته شدن طرحهای حزب سیاسی در پیوند به صلحند ما طرفدار یک مذاکرات ملی و جامع و فراگیر هستیم و برای اساس است که احزاب حیاتی را که حکومت اعلان کردند که جور کردن موافق موافق این خبر در حال منتشر شده که مقام های گروه طالبان هم به شماری از رسانه ها گفتند که سران این گروه در دیدار با زلمه خلیلزاد روی آزادی زندانیان طالبان از زندان های حکومت افغانستان به توافق نزدیک شدند طالبان و وښودل چې فهرست زندانيانو شان را به مقامҳои آمريکايي سپردند او اين امر براي اعتماد سازي براي اوغاز مذاکرات صلح صورت ميغيرات رسول پاړه باندې ټول هغه شραιت چبرته ارتيا ده هغه حماد امدي سيوي دي مژ آماده يو چې د بهرنيز باكونو د وتلو موضوع د بنديانو د کابلو مسله ټول هغه موارد چې بحث ته ارتيال لري مژ هغه د بينالپاني مذاکرات او د بحث په جنټه کې شامل کړو با این همه نمایندگان جامعه مدنی میگویند در صورت آزادی طالبان زندانی فرهنگ معافیت از مجازات بیشتر نهادی نخواهد شد و تصمیم گیری در این مورد حق مردم است آزادسازی زندانیان طالبان علاوه بر که میدان جنگ را در افغانستان گرمتر خود ساخت نگرانی های بسیار شدیدی را برای مردم افغانستان بار خواهد آورد و فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان تقویت بیشتر خواهد شد. تلاش ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگو در حال شدت یافته که قرار است هفته آینده شا محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز به کابل بیاید و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در سومین دور سفرش به منطقه سرگرم دیدار با نمایندگان طالبان و شماری از کشورها است. در مورد سال و تلاش های امریکا و در پیوند به سال افغانستان بیشتر بحث میکنم آقای عمر صد پژوهشگر و نویسنده هم با ما هستن اینجا آقای صد بسیار تشکر که وقت گذاشتین در آغاز میخوایم این بپرسم که واقعا یک فرصت کمپیشینه برای سال در افغانستان شکل گرفته و با باور شما ما میتونیم به این زودی ها به سال برسیم خب فرصت کم وجود داره اما باید محتاطانه صحبت بکنید در این مورد که چقدر زمینه ها به خاطر آمدن یک توافق همشمول که نه تنها پایدار باید باشه بلکه عادلانه باشه فراهم شده است خوشبختانه تمام طرف های درگیر در جنگ افغانستان از او جمله دولت ایالات متحده آمریکا دولت افغانستان و طالبان حتی پاکستان یک نوع چراغ سبز را به خاطر حل سیاسی روند صلح افغانستان منازی افغانستان نشان دادن. اما ایران هم باید متوجه باشیم که منافع طرف های مختلف در قضیه افغانستان برای کسب قدرت و یا منافع دیگه ایشان با از هم دیگه فرق میکنه. اهداف که طرفین جنگ در اینجا در منازعه دارن فرق میکنه. و پروسه لازم است تا که تمام این منافع و اهداف مختلف را به صورت هماهنگ و با یک همگرایی وادار بسازد تا که بتانیم به یک سال پایدار برسیم حد امریکا تلاش هایش چقدر در همگرایی با منافع سایر کشورها در منطقه در بحث صلح افغانستان جمع شده و فکر میکنین که امریکایی ها یک توافق منطقی و جهانی رو در پیوند به صلح در افغانستان ایجاد بکنن؟ خب یک نوع افتراق بین منافع کشورهای منطقه و امریکایی بدون شک وجود دارد منافع کشور مثل ایران و ایالات متحده روسیه و پاکستان و با ایالات متحده امریکا تا جای با هم مشابهت ندارند کشورهای منطقه بدون شک خواهان یک نوع حل سیاسی هستند که منجر به خروج آمریکایی ها از افغانستان شود از او جهت از شما میبینید که تمام کشورها به نحوی از آنها از شورش طالبان حمایت میکنند حال بر امریکایی ها است که در چی موارد آقای زاد قرار است که مذاکرات انجام بده با این مناطق با ای کشورها و چند روز قبل هم در فدراتیو روسیه بودن موارد را که ایالات متحده آمریکا با این کشورها مذاکره میکنه شامل چی چیزا میشه آیا خروج قوت های امریکا از افغانستان شامل آجنده مذاکرات امریکایی ها با این کشورها است یا نه؟ این کشورها خودشان خواهان چی امتیازات از امریکا هستند؟ خب بدون شک این یک راهکار سهل و ساده نخواهد بود برای آمریکایی ها هم برای افغانستان هم نیازمند یک مذاکرات فشرده است اما در این زمان لازم است که شفافیت هم در اینجا وجود داشته باشه به خاطر که مردم افغانستان بدانند که چه چی چیز قرار است برای طرف ها این داده شود و خصوص برای طالبا واگذار شود و آگذار چی چیز از اونا گرفته میشه صلح پایدار از یاد کردین پیشتر چقدر باورمند به با همین هستین که آمریکایی ها تلاششون صلح پایدار با توجه به حرف هایی که در مورد کشورهای منطقه مطرح کردیم متاسفانه آنچه که آقای خلیزات مطرح کرد یک نوه خود و از نوع هم در فاشانی بود که در یک نوه شتاب قرار دارن نگرانی است که اگر قرار باشه مذاکرات سال را با چنین شتابه به پیش بره ما چیزهای زیاد را از دست بدیم قربانی های زیاد را ما داشته با باشیم با گونه مثال چی چیزهای را ما از دست خواد دادیم خب خطوط قرمز حداقل به جامعه دموکراتیک افغانستان چند چیز مشخص است یکی که کلیت نظام جمهوری و دموکراسی. نظام کنونی افغانستان جمهوری است و هی به هیچ قیمت نباید واگذار شود بر در برابر یک امارت اسلامی طالبان مسئله دوم آزادی ها و حقوق شهروندی آ، 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 تمام شهروندان افغانستان است که در قانون اساسی شد، تسجیل شده اگر قرار است که قانون اساسی مورد مذاکره با طرف طالبا باشه نباید که بخش که مربوط حقوق و آزادی های شهروندان میشه اونو باید به با مذاکره مانده شود میتونیم که بخش های دیگه قانون اساسی ما مذاکره بکنیم بدون شک ساختار نظام متمرکز بودن و ریاستی بودن نظام طرف منازعه نه تنها طالبا بلکه جانبای مختلف در احزاب سیاسی در افغانستان است اما آنچه که مهم است حقوق اساسی شهروندا آزادی است که ما به دست آوردیم به شمول برابری جنسیتی و حقوق زنان در افغانستان با توجه به علاقمندی که در رهبری حکومت آمریکا و مخصوصا آقای ترامپ بر برون شدن از افغانستان یا حداقل بگویم بر پایان جنگ در افغانستان دیده میشه فکر میکنین امریکایی ها یک چنین امتیازات کلان را بر طالبان نخواهند داد خب آمریکایی ها به نمایندگی مسئله اول است که آقای خلیلزاد و آمریکایی ها به نمایندگی از مردم افغانستان مذاکره نمی کنند اگر شما دقیق تر اما اعلامی را که وزارت خارجه امریکا وقتی که ماموریت آقای خلیلزاد اعلان شد دور مرور بکنین آقای خلیلزاد قرار نیست که با طالبا مذاکره مستقیم بکنند در اعلامی آمده و حتی موقف دولت امریکا هم می است که آقای خلیزاد باید زمینه را به خاطر مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان مهیا بسازد. یا یک نوع اینا زمین سازی باید بکنن نه ای که مذاکره مستقیم از او خاطر حتی اگر آمریکایی ها چون این چیزهای را واگذار بکنن مردم افغانستان و دولت افغانستان نباید که چون این چیزهای را به طالبا واگذار بکنن طرف اصلی منازع در افغانستان بدون شک یک زل از او آیالات متحده امریکا است اما طرف اصلی طالبا مردم افغانستان و نظام سیاسی در کشاره. چقدر نظام سیاسی و حکومت افغانستان به بیداری کامل رسیده تا درست با طالبا گفتگو شد و حداقل اقل نقش امریکا در جایگاهی که شما به اشاره کردین باشد؟ خب بیداری کامل من مطمئن هستم که اکثریت دولت مردا در مورد از اینکه چی ارزش‌های وجود داره و چی ساختارهایی که نباید با او در, در مورد از او مذاکره وجود داره اما متاسفانه آنچه که اکنون جریان داره شما مثلا موقف دولت را در کنفرانس جنوا و اعلان یک گروه دوازده نفری مذاکره کننده و یک مجمع مشورتی سال شما وقتی اینا را مرور میکنین یک نوع خامی و به را در نبزی برنامه ها میبینین جدا از اینکه افرادی که در افراد این انتخاب شده من چند نفر از گروه مذاکره کننده را برشون احترام دارم شخصیت های خیلی خوب هستند اما در کلیت شما وقتی که این دوازده نفر گروه مذاکره کننده را مرور میکنین اینا از توانایی کافی برخوردار نیستن بعضشان نه همشون که با طالبا بتانن موفقانه مذاکره کنند چه کسی بهتر, خوا... بهتر, بود که می بود در این حیات گفتگو خب، شرط اول اساسی است کسایی باید مذاکره بکنن با طالبا که اعتقاد کامل به نظام سیاسی حقوق بشر و شهروندی افغانستان و دموکراسی داشته باشند شرط دومی است که اونا باید توانایی کافی به خاطر اقناع و خلصلای فکری طالبا داشته باشند شما وقتی با طالبان مذاکره میکنین بتونین طالبان را در موارد که اونا از شما تقاضا دارن مثلا حقوق زنان یا مثلا تعدیل قانون اساسی تعدیل نظام سیاسی باید با استدلال بسیار قوی باید بتانین که با طالبا مذاکره بکنین متاسفانه یک, یک جمع از کسانی که در تیم مذاکره کننده هستن یا حتی اگر گروه مشورتی ترتیب شوه این ظرفیت توانایی را ندارن فرض مثال در مورد خانما ما باور است که کسانی که مذاکره میکنند در مورد وقت حقوق و آزادی زنان در افغانستان مطرح میشه نباید نه, نه تنها اونا باید که از دیدگاه یک فیمنیست که از حقوق زنان دفاع میکنند باید این مسئله را مطرح بکنند بلکه همچنان از نگاه شریعت اسلامی بتانند طالبا را خلصالای فکری بکنند یا ماتشان بکنند آقای سات یک حوزه خاص ضد طالبانی هم در افغانستان است که سالها در برابر طالبان در افغانستان جنگیدن فکر نمیکنین که جز هیئت مذاکره کننده با طالبان یک بخش از زمین افراد هم باشه تا به نتیجه خوبتر برسیم بدون شک نه تنها که در حوزه ضد طالبانی بلکه باید حوزه های مختلف را باید در یک گروه مذاکره کننده یا در آجندای سال وجود داشته باشه این حوزه های مختلف شامل حوزه زنان جوانان که در 17 سال پسین شالوده امین نظام بودن و فراورده امین نظام بودن حوزه دموکراتیک جامعه مدنی حوزه مقاومت که شما از اون نام بردین و احزاب سیاسی باید باشه اما متاسفانه در مورد حوزه مقاومت باید من چیز بگویم که از حوزه مقاومت نه حوزه باقی مانده و نه مقاومت باقی مانده تعریف که از حوزه مقاومت میشه خیلی تعریف واضح نیست که این حوزه شامل چی, چی،, گروه ها یا چی احزاب یک رو مورد رو باید فراموش نکنیم که طالبان خودشان هم تمایل نشان دادن که با همین ها گفته بکنن و بار بار مکررن گفتن که ما با حکومت حاضر نشدن اما گفتن ما با جریان های سیاسی برون از حکومت حاضر هستیم گفتگو کنیم بدون شک طالبان چون دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسن دشمن اصلی خود یا طرف اصلی خود گروه هایی را میبینند که قبلا دولت را میبینند که قبل از نظام کنونی با اونا در مناظر بود اما ایره در نظر داشته باشیم که طالبا با تمام میخواه با تمام جناها ها جدا جدا و طاقه طاقه مذاکره بکنه و فکر میکنین این مورد بیشتر ایجاد یک تضاد تضاد در داخل افغانستان باشه دقیقا نه تنها دچار یک تضاد در درون افغانستان میشه بلکه نقش دولت را به عنوان یک نهاد به چالش میکشه و ضعیف میشه جدا از اینکه حال رهبری دولت یا حکومت در دست چی شخص یا گروهی است ما نباید که دولت را یا مرکزیت دولت را به عنوان مدیریت کننده پروسه سال در افغانستان زیر سوال ببریم حتی اگر جناح های دیگه یا حوزه های دیگه قرار از در مذاکرات شریک باشند باید اینا از چینل دولت به طرف مذاکره با طالب ببرم از او خاطر تمام گروه های فشار اعضاب سیاسی جامعه مدنی لازم است که لابی خود را طور انجام بدن که دولت وادار شود با یک برنامه صلح جامعه که همگی در او شامل باشند و از او مسیر باید با طالبان مذاکره صورت بگیرد ممنون حضورتان آقای سعد. محمد عمر داودزای وزیر پیشین امور داخله به عنوان نماینده خاص رئیس جمهوری در امور منطقه‌ای برای اجماع سال گماشته شد رئیس جمهور غنی همچنین در فرمان آقای داودزای را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی سال تعیین کرده است در فرمان ریاست جمهوری آمده که آقای داودزی میتواند در نشست های شورای امنیت ملی نیز شرکت کند آقای داودزی یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به شمار می آمد اما همکنون مشخص نیست که آیا آقای داودزی از نامزدی احتمالیش در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو انصراف داده یا خیر از سوی هم موجودیت شورای عالی سال با انتقادهای فراوان روبروست شماره از آگاهان انتقاد میکنند که با وجود پرهزینه بودن این شورا این نهاد دستاورد چندان نداشته و در کنار آن پس از اعلام برنامه حکومت برای ایجاد برد مشورتی سال و هیئت گفتگو کننده با طالبان کارآمدی و اهمیت این شورا بیشتر زیر پرسش رفت است در ادامه خبرها. اقدام تازه دادستانی کل برای بررسی کامل پرونده آزار و اذیت جنسی بانوان بانو وظیفه بانو رئیس و پنج عضو فدراسیون فوتبال کشور تعلیق شد. افزایش میزان بیکاری در افغانستان. سازمان جهانی کار وضعیت کار در کشور را بحرانی می‌خواند ادامه خبرها در فرا بار دیگر شمار از نظامیان کشور به اظهارات طالبان در آمدند مسئولان محلی فرا میگویند شب گذشته طالبان بر یک قرارگاه ارتش کشور در ولسوالی بلوک حمله کردند که در این رویداد در کنار جان باختن ده سرباز نو سرباز دیگر نیز اسیر شدند بر اساس منبع های در این رویداد هفت جنگجوی گروه طالبان نیز کشته شدند با این همه وزارت دفاع ملی با رد تلفات نیروهای ارتش در فرا میگوید که عملیات ها در این بالایت جریان دارد ادامه نامنی ها در شمار از ولت کشور به ویژه فراه و آینده مبهم جنگ جاری مسئولان محلی فراه میگویند طالبان شب گذشته برای یک قرارگاه ارتش در منطقه فراهرود ولسوالی بالابلوک حمله کردند و در این درگیری در کنار کشته شدن ده تن سربازان ارتش و هفت عضو طالبان نه سرباز دیگر ارتش هم به اسارت طالبان درآمدهاند. مخالفین زموږ د فرارود په سیمه کې د سرو در د قرارګاه بندی چې هغه د اردوی ملی قطعات ځای و حمله وکړه چې متاسفانه په د امنتی قوا نکسه د جنوسره اسرني ویلي مخالفينو ابلس کس په شهادت ورسېدل او بوسته د مخالفينو لاس ته ورمېدل وزارت دفاع هم بارد تلفاتو نظامیان ارتش میگویت عملیات ها در ولایت فرح جریان دارت په فرا ولایت کې چې کوم عملیاتونه موږ په تیرو دوه هفتو کې وکړې د هغه لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وي تاسې ولیدل چې په فرا ولایت کې د طالبانو تر ټولو پیاوړی نظامی قمندان چې وو هغه هم له منځه لاړلو این در حال است که حدود یک ماه پیش نیز طالبان با حمله برای قرارگاه نیروهای مرزی در ولسوالی پشت کوه قلایکاه فراه 20 سرباز مرزی را کشتند و 23 سرباز دیگر را هم به اسارت گرفتند. از سوی هم دو روز پیش در حمله طالبان بر نیروهای ارتش در ولسوالی شیندند هرات نیز در کنار کشته شدن 14 سرباز حدود 20 سرباز دیگر به اسارت این گروه در آمدند سربازانی که هنوز از سرنوشتشان خبری در دست نیست و وزارت دفاع میگوید در حال بررسی این رویداد است وزارت امور داخله هم میگوید تا چند روز دیگر عملیات‌های های زمستانی برای سرکوب مخالفان آغاز می شود ما بیشتر تمرکز بالایی داریم که عملیات های فصل زمستانی را هر چه آغاز بکنیم که قرار است تا چند روز آینده آغاز شود و این مشکلاتی که وجود داره با آغاز عملیات ها اکثرش برطرف میشه در حال حاضر همزمان با شدت یافتن تلاش های سال جنگ هم در شمار از ولایت های کشور داختر شده و آگاهان به این باورند که طالبان با افزایش حمله های ایشان در تلاش کسب جایگاه بهتر در مذاکرات سال هستند. از سوی هم نظامیان خارجی به ویژه نیروهای امریکایی در ماه پسین حمله های هوایی بر طالبان را افزایش دادند. حمله هایی که همین چند روز پیش سبب شد تا ملا عبدالمنان از فرماندهان کلیدی این گروه در کشور کشته شود. رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی از بحران اعتماد در برابر تصمیم این کمیسیون انتقاد می کند و هشدار می که اگر به دادگاه نیز کشانیده شود در برابر باطل شدن رعی های کابل و تصمیمهایش ایستادگی استادگی می کند به گفته او جلو فساد سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی باید گرفته شود این در حال است که به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات جزئیات رعی های انگشت نگاری شده ولایت کابل را در اختیار کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار داد. است. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد اگر کارمندان کمیسیون شکایت های انتخاباتی در روند تفتیش و بازشماری رای کابل حضور نیابند این روند را با حضور ناظران ازبای سیاسی آغاز خواهند کرد چهار روز می شود که روند تفتیش و بازشماری آرای کابل به دنبال ابطال آرای این ولایت از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی متوقف است. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد اگر کارمندان کمیسیون شکایت های انتخاباتی در این روند حاضر نشوند تفتیش و بازشماری آرای کابل را در حضور نمایندگان اسپای سیاسی آغاز خواهد کرد اگر همکاری های کمیسیون شکایت انتخاباتی ادامه پیدا نکنه ما در حضور داشته نماینده های احزاب جنرال سیاسی نماینده های, های ناظر انتخاباتی و نماینده های کاندیدا ما روند بازشماری و تفتیش آرای ولایت آغاز کرد پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است تجدید نظر در پیوند به ابطال آرای کابل مشروط به ارائه جزئیات درباره آرای بایومتریک شده در کابل می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات تمامی جزئیات بایومتریک و غیر بایومتریک را در اختیار کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار داده است همکارای ما عملا آل کار میکنن که لیست های رای دنده و جورنال ولایت کابل هم آماده بسازن و در اختیار اونا قرار بتن این ما فکر میکنم که با اونا برمیگرده که باز دوباره را چک بکنن که بوتر لستایی که در هر مرکز استفاده شده و با تعداد کسایی که معلومات بایومتریکش ثبت شدن آیا همکانی دارن یا ندارن و اگر دارن در چه است؟ کمیسیون شکایت های انتخاباتی هم ما میگوید در کارکرد کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت وجود ندارد و در رابطه با تصمیم باطل شدن رایهای های کابل به دلیل وارد شدن فشار بر این نهاد عقب نشینی به خاطر حقانیتمان اگر به محکمه هم حاضرمان مان بکنن اگر به پلی چرخی هم ما را روان بکنن و اگر به هر نوع چالش دیگری هم که مواجه شویم ما باز هم آماده هستیم که استادگی بکنیم و تا جایی که مقدور است عدالت نمیگویم امی قانونی که پیش روی ما قرار داره را تطبیق این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی 28 میزان را موفقانه و در تاریخ انتخابات در افغانستان بی‌نظیر توصیف کرده است ظاهرا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی اصلا نمی جریان کلی پروسه انتخابات پارلمانی را مبدل کردن به یک بازی سیاسی که شاید از جای دیگر آب میخوره روی همین موارد بیشتر بحث میکنم بانو مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان هم اینجا با من هستن بانو امینی انوز هم کمیسیون شکایت ها کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میده و کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون شکایت های انتخاباتی ده. فکر نمیکنین که بیشتر از این که موضوع حسابگیری از هر رای مردم افغانستان باشه این بحث سیاسی باشه سلام با شما و همه بیننده های ما. عدم امانگی و جار و جنجال ها و بالاخره گفتگوهای ناحق هر دو کمیسیون از آغاز تا حالا جریان داشته اما اگر بیاییم عادلانه و قانونی صحبت بکنیم کمیسیون سم شکایات نظر به قانون انتخابات افغانستان حق ابطال آرای 70 فیصد مراکز را دارد یعنی حق قانونیشان است اگر به قانون ما قانونی صحبت شود اما بحثی است که این قانون در وضعیت فعلی افغانستان جنبه عملی نمیتونه داشته ما در وضعیتی نیستیم که تا حد مراعات بکنیم چون اگر قانون مراعات شود یک هفته بعد از سی که آرا باطل حساب میشه باید از سر انتخابات برگزار شود که با این کمیسیون و با این رهبری دقیقا به یعنی ای این کار شما, شما مخالف تصمیم کمیسیون شکایت اگر از نگاه قانونی ببینیم ما اینا رو حمایت میکنیم به که در قانون ذکر شده و نظر به فساد گسترده که در کمیسیون مستقل انتخابات در باشماری آرا دیده شد اگر اعلان نمی کردن هم بیادالتی بود چون وضعیت به حد وخیم شده بود که دیگه نمیتونستیم آرای مارای سفید را از هم جدا بکنیم. انتی در یک مرحله کمیسیون شکایت های انتخاباتی در و دیداره که با معاون دوم رئیس جمهور داشتن یک کم پا عقب کشیدن فکر نمی کنین که بحث را بیشتر سیاسی ساختن و اون اصلا بحران از اینجا ایجاد میشه کمیسیون های یک بار تصمیم میگیره و بعد عقب نشینی میکنن تسامیم هر دو کمیسیون تسامیمی نبوده که اینا بر مبنای ازو عمل بکنن ما از آغاز سوالا دیدیم که هر آن حرف و تصمیمی که از طرف هر دو کمیسیون اعلان شده بعد از طرف خودشان نقض شده اما بحث باطل شدن رای که حالا اینا گفتن باطل است اگر باطل اعلان نشه باید دوباره با شماری شود که باز همی کمیسیون ها نمیتونن کار انجام بدن و عملا دیدیم وقتی با شماری بر بار دوم صورت گرفت شماره شورا ما دیدیم که راه بر فساد بر تقلب باز شده بود حتی شاهد ب... دستگاه های جلی بایومتریک بودیم سر صندوق ها باز بود جورنال، فهرست رای هندگان جدول نتایج نداشت خیلی از مراکز و محلات در کنار ازی حتی بالفعل دستگیر کردن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را که در ریزالت شیت دستکاری صورت میگیره همه ای از این موارد برمیگرده به اینکه اگر باطل هم نمیشد بحث بورانی بود اما اگر قانون را مد نظر بگیریم که 70 فیصد مراکز را میتونستان مراکز محلات و کاندیدان را رایش باطل بکنند که از اون شکایت های آشکار دیده شده و ثبت شده شکایت ها اما اگر همه ای کابل را رایش باطل میکنیم و 70 فیصد را کنار گذاشته 30 فیصد رای پاک مردم جوابش چگونه خواد شد یعنی در کل منتظر تصمیم نهایی هر دو کمیسیون هستیم که حالا نشست از اینا بر داخلی حکومت هر دو کمیسیون مده. تصمیم تا تصمیم گرفتن درگیر هستند هنوز هم چهار روز از روند بازشماری و تفتیش رای کابل ایستاده است از نظر شما این بازشماری دوباره باید آغاز شود تصمیم رو باید نهایی بسازن که حالا هر دو کمیسیون ها چه وظیفه دارن در حالی که اگر ما قانونی صحبت بکنیم زمانی که کمیسیون سم شکایت اعلان کرد که رأی باطل است پس باطل است و حالا جایی برزی وجود نداشت که حکومت مداخله بکنه و اینا باز هم روی میز مذاکره بنشینن و دوباره تصمیم بگیرن که ما یک بار دیگه بازنگری میکنیم یعنی اگر قانونی نیستی کار اما اگر باطل نمیکنن پس باید از شمارش آرا صورت بگیره که نهادهای ناظر نشستی با هم داشتن و یک اتحادت تشکیل دادن اگر باطل هم میشه انتخابات که برگزار میشه و اگر باطل نمیشه شمارشی که صورت میگیره این کمیسیون نباید کارا بکنه و ما خواهان به تعلیق افتادن وظایف کمیشران و سطح رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هستیم و در کنار از یک کمیته تخصصی باید تشکیل داده شود تا بحث کابل و ولایت های دیگر اینا روشن بسازن چون از, 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 از های دیگر یاد کردین ماجرای کابل تاثیر بر بازشماری رای های ولایت های دگر یا در بگویم برای جریان اعلام نتیجه ابتدایی ولایت‌های های دگر هم خواهد گذاشت؟ بدون شک روزی که رای کابل باطل اعلان شد کمیسیون سم شکایات در همون جلسه اعلان کردن ولایت هایی که باقی ماندن یعنی ولایت‌هایی که نتایج ابتداییشان اعلان نشده بود در جمع از اونها هم ولایت هایی است که رایشان شاید باطل شود و حالا اولایت هایی که نتایج ابتداییشان اعلان شده بود، عین مشکلات در اولایت او ها موجود داشته که در کابل وجود داشت. پس اگر کمیسیون باز هم به دو دید میبینه ولایت ها را وقتی تقلب صورت گرفته وقتی تختی تخطی صورت گرفته وقتی جرایم انتخاباتی صورت گرفته استثنایی چرا باید قائل شویم همه ایه حالا هرات خواهان ای است که باید آرایشان باطل شود در کنار از این میدان وردک مشکلات بسیار جدی داشته که کمیسیون گفته شاید باطل اعلانش کنیم تنها موضوعی کابل نیست اگر 4 5 6 و الا 10 ولایت را باتل اعلان میکنن آیا کمیسیون میتونه دوباره برگزار بکنه انتخابات را و اگر نمیکنه آیا میتونه سر با شماری صورت بگیره که به هیچ وجه ما خوشبین به این کمیسیون نیستیم پروسه بسیار طولانی شده دیده میریم و نگران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است ادقل با همین تحلیل فکر نمیکنین که کمیسیون مستقل انتخابات خود میخواد که آب بگذاره به نوعی که بره از انتخابات ریاست جمهوری هم بگذره و انتخابات ریاست جمهوری باید برگزار نشه بدون شک چون اگر کمیسیون مستقل انتخابات میخواست مدیریت بکنه حالا مدیریت انتخابات کار کمیسیون مستقل انتخابات است و اقدر هم که اینا ناممکن به نظر میخواین به مردم نشان بتن که کار ناممکن است و آرای سیاه و سفید جدا کردنش اقدر ناممکن است نیست یعنی کمیسیون مستقل انتخابات اگر اراده برگزاری انتخابات شفاف و و بدون این همه فساد و تقلب را میداشت میتونستن این کار را انجام بدن اما حالا کاری است که شده کلانترین بحث این است که وضعیت موجود را حکومت افغانستان هم نظارت میکنه و مسئولیت حکومت افغانستان مشخصا تعهد حکومت افغانستان به جامعه جهانی هم این است که باید انتخابات خوب برگزار شود این انتخابات که بدون شک دیدگاه های جامعه جهانی هم, این است که خوب نبوده اما فکر نمیکنین که جامعه جهانی یک بار دیگر اعتماد نمیکنه بالای حکومت افغانستان به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیار تاثیر منفی هم از نظر خود مردم افغانستان بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیرات خود را داره و هم نظر جهانیان در مورد ما بسیار تغییر کرده حالا زحماتی را که ما به خاطر انتخابات چند سال گذشته کشیدیم و این زحمات را متحمل شدیم همه از اینا را این کمیسیون با این رهبری و این سیستم کاریشان به با باد هوا سپردن و حالا نگران ای هستیم که همه این مشکلات را تا یک حد اینا حل خواد کردن یا انتخابات دوباره و یا هم با اعتبار از دست رفته مردم افغانستان را چگونه میخواین به دست بیارن؟ یک رای حال داره. یک Ike... حتی رهبری حتی کمیشنران حتی کسایی که در سطح پایین کار کردن را به پنجه قانون بسپارند و خواهان همین کار هستیم تا که مجازات شوند و بالاخره مردم اگر به باور هم هستند که رأی مباطل میشه و یا دوباره با شماری میشه یا یک مدت مردم انتظار میکشند به خاطر نتایج ابتدایی حداقل یک راه برزی هست که مشکلات حل شود و گوش شنوایی برای مشکلات مردم افغانستان وجود دارد. در صورتی که اینا موزل انتخابات در کابل را شما خانه بر کناری نزینا در انتخابات ریاست جمهوری حل بکنن هیچ راه حل بر کابل وجود نداره اگر از کابل را حل میکنن ولایت های دیگه سر و صدا میکنن پس منتظر پس لرزه های بعد از انتخابات هم باشه باید ممنون حضورتان بانو امینی دادستانی کل وظیفه پنج عضو فدراسیون فوتبال کشور با شمول رئیس این فدراسیون را تعلیق کرد سخنگوی دادستانی کل میگوید برای بررسی کامل و تحقق عدالت در پرونده آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار وظیفه این افراد را به حالت تعلیق درآورده است پس از نشر گزارش ها مبنی بر آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار در فدراسیون فوتبال رئیس جمهوری به دادستانی کل دستور داد که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. در پیوند به پرونده آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار در فدراسیون فوتبال، دادستانی کل امروز وظیفه پنج عضو این فدراسیون به شمول رئیس آن را تعلیق کرد. چندی پیش شماری از های پیشین تیم ملی فوتبال بانوان ادعا کردند که بانوان ورزشکار در این فدراسیون از سوی مسئولان و مربیانشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. پس از آن رئیس جمهوری به دادستانی کل دستور داد که این موضوع را به گونه جدی بررسی کند اوکرون سخنگوی دادستانی کل میگوید وظیفه این افراد را به خاطر پیشگیری از اخلال در روند بررسی تعلیق کرده است وظایف رئیس فدراسیون فوتبال معاون فدراسیون فوتبال همچنان سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال و مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباط ولایتی فدراسیون فوتبال با حالت تعلیق در بیاید مسئولان در فدراسیون فوتبال اما از تعلیق وظیفه اعضای فدراسیون بی خبرن فدراسیون فوتبال افغانستان متاسفانه خبری نداره از این موضوع اطلاعی رسما یا کتبن یا حتی شفایی هم برای فدراسیون فوتبال نرسیده در این قسمت تحقیقات جریان دارد، تحقیقات هنوز تمام نشده هرچند مسئولان فدراسیون فوتبال ادعای آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار در این نهاد را رد کردند اما سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کشور در گفتگو با تلگراف آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار را تایید کرد خانم لینزی همچنان مدعی شد که نه تنها در فدراسیون فوتبال بلکه در تمام رشته های ورزشی با ورزشکار با آزار و اذیت جنسی روبرو می شوند. بانوان در اداره های دولتی از سوی همکارانشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. مسئولان برنامه پروموت در حکومتداری در روز پایانی کارزار مبارزه در برابر زنان ناام بودن فضای کاری را یکی از چالش های جدی در برابر بانوان می خونن. همزمان وزارت زنان هم تاکید می کند که زنان در بخش های ناامن کشور وضعیت ناگوار دارند و حکومت با وجود تلاش ها در تعمین مسئولیت زنان ناکام بوده است نرگس سرخش جزئیات می دهد. در فرجامین روز کارزار مبارزه با خشونت در برابر زنان برنامه پرومود یا زنان در حکومتداری از این برنامه میزبانی میکند مسئولان این برنامه هرچند تلاش ها را برای ازمیان بردن خشونت در برابر زنان ارزنده می دانند اما تاکید دارند که هنوز هم مشکلات جدی در برابر زنان کشور وجود دارد حتی در برابر آنانی که در اداره های دولتی کار می کنند. میگویند فضای کار برای زنان در ادارههای دولتی مسئول نیست و آنان آزار و اذیت میشوند آزار و وضعیت زنان یکی از موانع بزرگ در برابر کار زنان در بیرون از خانه است موضوعی که خیلی در حال گسترش در محلات عامه و خصوصی است اما بیشتر آن در های کاری دیده شده است این خود یک شکلی از خشونت است آزار و وضعیت بانوان هرچند امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته اما این رقم تنها ولایت‌های نسبتاً امن کشور شامل می شود. در تازه ترین مورد یک امام مسجد شب گذشته در شهر فیروسکوه غور همسرش را به قتل رسانده و خودش از محل فرار کرده است. وزارت زنان هرچند میگوید تلاشهایش را برای امن کردن زندگی زنان به خرج داده اما باور دارد که زنان بیشتر در مناطق زیر تسلط طالبان مورد خشونت قرار میگیرند و نهادهای امنیتی در امن ساختن این مناطق ناکام بودند. حکومت تلاش خود می کنه همه این گروه های تروریستی به شکل اینا بالای افغانستان چشم بد دوختن که با وجود همه تلاش ها ما نتونستیم که یک مسئولیت رو بر زنان ایجاد کنیم یعنی این تنها مسئولیت حکومت نیست باید, که باید تمام حد با در این راستا کار کنند با این حال این وزارت از روند گفتگوهای صلح که در آن نقش زنان بارز باشد پشتیبانی می کند. این در حالی است که نگرانی هایی از محدود شدن آزادی کماکان زنان در کشور پس از گفتگوهای احتمالی سال وجود دارد. مردم ما بیش از هر وقت دیگر تحت فشارهای عملات تروریستی به سختی نفس میکشند. ما همه ادارات سازمان ها و اشخاص را به کمپاین تقبیل جنگ و خشونت و پروسی سال با همه این چالش ها هم ما زنان ظاهرا می خواهند به مبارزهشان برای دسترسی به حقوق انسانی زنان ادامه دهند. در گوشه این برنامه دختران کارآموز برنامه پرومود ایده را با رنگ و قلم روی کاغذ آوردند و پیام دادند خشونت در برابر زنان بس است. ارزیابی سازمان جهانی کار نشان میدهد که میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است این سازمان وضعیت کار در این کشور را بحرانی میخواند برنامه توسعه ملل متحد هم ایجاد زمینه کار را مسئولیت مهم حکومت افغانستان میخواند از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون در حال انجام برنامه برای تقویت سرمایه گذاری های کوچک و متوسط است وزیر کار و امور اجتماعی تاکید دارد که برگزاری چنین برنامه های آموزشی بر رشد میزان درآمد خانواده ها تمام می شود. بیکاری پس از ناامنی اصلی ترین عامل مهاجرت های غیر جوانان به شمار می آید. بر اساس آمار سازمان جهانی کار، همکنون میزان بیکاری در کشور به مرز 35 درصد رسیده است. آمار که نهادها آن را بحرانی می خانند. ما نیاز داریم که وضعیت افغانستان را درک کنیم. وضعیت کار در, در این کشور بحرانی است. بر اساس یافته ها میزان بیکاری در افغانستان بین 24 تا 35 درصد است. اما احتمالا این خیلی بالاتر از رقمی است که گفته شده است و این رقم واقعا بحرانی است. مسئول برنامه توسعی ملل متحد هم بیکاری را چالش بزرگ فراروی شهروندان افغانستان می خاند. به نظر این سازمان، افغانستان در یک دهه گذشته فرصتهای زیادی را در زمینه ای ایجاد فرصتهای شغلی از دست داده است، در کشوری که زمینه های کاری زیادی در یک دهه گذشته از دست داده است شما با چالش بزرگ برای ایجاد فرصت های شغلی روبرو هستید و مأموریت خیلی مهم دارید اگر بتوانیم در چنین کشور فرصت های شغلی ایجاد کنیم موفقیت بزرگی خواهد بود اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید برای کاهش میزان بیکاری در کشور برنامه های گسترش سرمایه های کوچک و متوسط را روی دست گرفته است این وزارت امروز برنامه آموزش آغاز و توسعه سرمایه گذاری را به این آموزگاران آغاز کرده این آموزگاران قرار است پس از پایان آموزش دوست تن دیگر را در ولایت ها با کاربار کوچک آشنا کنند یک مشکل اصلی دهی است که حتی جوانانی که استعداد دارن اگر مهارت هایش نداشته باشند جرأت نمی کنن. وقتی که مهارت ها را نداشته باشند در اولین قدم خود یکی دو بار که نقص کردند باز بیخی ترک می سکتور خصوصی هم همیشه نمیتونه به صدها هزار جوانی که نیاز به کار دارن بر جای کار ایجاد کنه پس راه حل چی است رای حل که ما کوشش کنیم متشبسین را به وجود بیاریم، تشبسات را به وجود بیاریم که اونا خودشان کار فرما باشن. در کنار مهاجرت، به نظر آگاهان، بیکاری پیامدهای های زیانبار اجتماعی نیز دارد. بیکاری، فقر و به جرم و جنایت را به دنبال دارد. هرچند مسئولان حکومتی بارها از آغاز و پایان برنامه های برای ایجاد فرصتهای کاری خبر دادند اما به نظر می رسد این برنامه ها نتیجه آنچنانی در پی نداشته است. نشست تغییر اقلیم در پولند به بنبست کشانده شده است کشورهای جهان در نشست مهم تغییر اقلیم در پولند هنوز موفق نشدند که نتیجه گزارش های علمی را در قالب یک معاهده یا بیانیه بگنجانند گفته می شود که عربستان امریکا و روسیه به نتیجه گزارش مجمع جهانی تغییر اقلیم نظر مثبت ندارند خبر و سهلیل از یک همین خط بود. ممنون از این که با یک استجاب بر همه شما خوش خدا نگهدار.